أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على, على محمد وعجل جهت شادي أرواح طيبة شهداء روح حضرة إمام همي گذشتگان ذوالحقوق پدر مادرمون معلمون و الفاتحه مع الصلوات <applause> اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النغي حجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اونجوری ارواح انبیا و اولیا غروب شب جمعه از محضر حضرت رضا می روند به محضر حضرت عبی عبدالله الحسین در کربلا ما توفیق داریم که خلاصه هم در مشهدیم و انشالله توسل به حضرت عبی عبدالله انشالله در پایان از شب جمعه و خودش یه شب قدره روات ما آمده است که اگر شب جمعه بر ما اهل بیت نگذرد لانفدنا فدنا، علم ما هم ته میکشه یعنی علم اهل بیت وابسته به شب جمعه است خوصه گداهای شب جمعه میگن یعنی گداهای شب جمعه است گداهای شب جمعه دنبال چیزهایی هستند ما خدمت حضرت رضا خیلی چیزایی میخوایم از جمله از اون علمهایی که خودشون دارن محتجبون به ذمت کن محتمل و لعلم کن ما دامن اینا رو گرفتیم که دقیقا محتمل و لعلم کن علمشون رو میخوایم و اون حقیقت وجودیشون رو میخوایم من در ابتدای کوتاهی راجع به همین زیارتی که انشالله شما با معرفت زیارت حضرت رضا سلام الله علیه به هر جهت اگر در زیارت نامه خود حضرت هست که اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى یه تیکش در اون زیارت نامه داره که ال... و رضیت بهی من شئت من خلقه خدایا اگر تو بخوای از کسی راضی بشی به واسطه امام رضا راضی میشی و این در روایات از جواد هم هست که مظهر اسم رضا الهی امام رضا اگر قرار باشه خدا از کسی راضی باشد از کانال وجودی از رضا این اتفاق می و رضی تا بهی من شئت من خلقک اون کسی که تو خدا بخوای این رضایت حاصل بشود تا بهی به واسطه امام رضا این اتفاق میفته و به تعبیر علامه طباطبایی خلوص رعفت امام رضا حسیه تو این آستان آدم حس میکنه که یک آقای رعوفیه کما که شما تو فرض بفرمایید که حرم از تعمیر احساس میکنه یه مرد با حیبتیه مثلا یعنی ای کاملا اون حیبت علوی تو اون ایگون طلای حضرت مشخصه اینجا کاملا مشخصه یک آقایی داره لبخند میزنه انگار و این چیزهایی که ما در مورد روایت راج به حضرت رضا داریم که کسایی که به زیارت برن با معرفت اینها اینها موجب غفران زونو بشون میشه موجب تنفیس کرو بشون میشه یعنی خدا مشکلاتشون رو حل میکنه اینها ببینید یه نکته ای هست این نکته رو به صورت معرفتی بهش دقت بکنید اون نکته معرفتی این است که اگر شما یک مطلبی که هست انکار بکنید از این مطالب حق بهرهمند نمیشید از اون این مثل شبیه بحث مادی نیست که اگه مثلا من انکار بکنم که آهن منبسط میشه در دمام مثلا آهن منبسط نمیشه در دمام نه آن شما یک حقیقتی است که بی با شماست چه شما قبول داشته باشید چه قبول نداشته باشید همچه اتفاق میفته خب ولی تو این حقایق وجودی که مسائل مربوط بدن و ماده و اینا نیست مربوط روح روح تابه مسائل خودشه من دیدم خیلی اختا که ادهی هستن انکار میکنن یه چیزی رو مثلا ما داریم که کسی منکر شفاعت بشه از شفاعت محروم میشه منکر شفاعت چرا؟ چون که اصلا شفاعت یه کار قلبی روحیه خب این کار قلبی روحی یعنی آمادگی منه به لحاظ قلبی یه مستشفه که شفیع بیاد با اون جفت بشه یه اتفاقی بیفته خب من پشت کردم به نور یعنی من رابطه خودم رو قطع میکنم خودم رابطه رو قطع میکنم دقت میکنید این مشمول نمیشه اون موقع مثل یه نفری که ثبت نام نمیره بکنه خودش توی یه جایی مثلا غوره کشیه مثلا ثبت نام نمیکنه در روایات ما هست که به طرف یه بهشت رو نشون میدن بعد نمیره میگه خب اینو چرا نشون میدم چرا نمیرم یه حسرت اینجوری توش وجود داره که خودش البته جز متحراته میگن این چیزهایی بوده که در معرضش بودی میتونستی می بری خودت با انکار نرفتی اولا. یعنی خودت انکار کردی ببینید یه موقع از شما در این زیارتنامه اذن ازن دخول حرم متحر همه اهم است که که من اعتقد و حرمت, حرمت صاحب هذا المشهد شریف کما اعتقد فی حضرته اعتقد فی غیبته کما فی حضرته اینا احیان یعنی رابطه ای که ما با امام رضا داریم دقت اینا ویژگی های روحه روح که زمان و مکان نداره رابطه ای که ما با امیر داریم هیچ تفاوتی با رابطه ای که در زمان خود ایشون مثلا در جنگ سفین با ایشون داشته نداره هیچ تفاوتی نداره چون این اصلا خاصیت روحه بحث غیبت و حضور نیست اصلا اینجا غیبت و حضورش با یکیه بعد شما میگید که شما یرون مقامی و اشهدون مقامی و یردون سلامی و فلان اینها سلام منو دارید جواب بدید اینجوری جواب بدید, این جواب بدید. این میبینید منو دارید احیان اندکه یرزقون یرون مقام یعنی شما میگید شما احیایی دارید منو میبینید سلام منم دارید جواب بدید یا میگید نه بابا اصلا با حالا اینجوری هم نی میگن که آقا تنفیس کرب میکنه ببینید ماها اگه یه جو چیز ورداریم بیاریم براد آهن خب براد آهن تو این آهن روباهای قوی خب پلاستیک نیاریم خب یه براد آهنی که خدا به فطرت تو ما گذاشته دیگه خب این براد آهن رو بیاریم اینجا این دومینامون مرتب میشه و خودمون میشه یه آه آهن واقعیت داره اصلا اینی که خلاص موجب قفران میشه زیارت حضرت رضا یعنی اینی که حالا زیارت حضرت رضا لزوما اینجا نیست اینجا ذهن آدم بیشتر متوجه زیارت حضرت رضا تهران این زیارت ها این توجه ها دوزار تو براده بیار اینو مرتب میکنن این آهن رو ها انقدر قوی هستن خب که ما رو مرتب کنن و با این اعتقاد ببینید شما در همین ازن دخول حرم متحر این حرفی که میزنید خیلی حرف مهمیه و این الهامات امام به ماست شما میگید که و انک لا و انک تحتجب عن که خب تو در حقیقت یه جوری که شده که محجوب شدی مثل من محجوبم نمیتونم به خدمت شما برسم ولی اینجوری است که چیه میگه که فتحت باب فهمی به لذیذ مناجاته ولی این باز شده من سلام حضرت رو به صورت مستقیم نمیشنوم ولی یه چیز دیگه میفهمم ش... می و فتحت باب فهمی به لذیذ مناجات من داره با مناجات و نجوای با امام رضا داره چیز گیرم میدونم این دارم میفهمم تو در سلامی که حضرت بکنه من بشنوم بسته شده اونم تازه من محجوب شدم نمیشنوم ولی اینی که امام رضا امام زمان در من الهام داشته باشه که من تو این جلسات هیئت شریفم چند بار این معنا رو به مدل مختلف عرض کردم که حضرت در انسان الهام میکنه خود حضرت در یک روایتی از حضرت رضا سلام الله علیه هست که من دوست دارم که مؤمن مفهم باشه انی احب ان يكون المؤمن مفهم مفهم باشه گفتن یعنی ملهم باشه مؤمن فقط نباید بهش رانیشون نشون بدن اینجوری که بره نه با الهام الهام بشه بش بهش و حرکت بکنه با الهام حرکت بکنه خب چه جوری میشه الهام شما یه دوزار براده بیان خود حضرت کار خوش بلده شما صبح به صبح بلند شو به حضرت امام زمان علیه السلام روحی و ارواح العالمین الله الفدا یه سلام جانانه بکن و یه شرط جانانه که من هیچ کاری ندارم هر کاری که شما بگی من میخوام انجام بدم خب قصد تمردم ندارم حالا یه چیزایی هم دستم در میره انجام میده ولی واقعا قصد تمرد ندارم اون جایی هم که دستم در رفت غلط کردن رو رو هم این وقت دیگه یه کرد واقعا قصد تمرد ندارم یک سلام جانانه یک ارتباط جانانه بدون انکار بابا امام زمان امروز در مرکز سقل الهام نشسته است قبلنا در زمان خودشون باید یه ده میرفتن رفتن دق قلباب می گفتن فداک آقا این سوال ما اینجوری 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 حضرت ما جواب میدادن اما امروز حضرت در این گرانیگاه نیستن گرانیگاه حضرت این است که کسی ارتمات روحی برقرار بکنه یه بحث مفصلیه که حالا یه موقع اگه خواستید بحثش رو بهتون میگم که اصلا اسم حضرت از از ظاهر اومده رو الباطن در حقیقت یعنی مظهر الباطن شده از ظاهر الباطن کارهای باطنی میکنه هدایت های باطنی میکنه اینی بود که من تو شریف به عنوان فرج شخصی ازش یاد کردم که حالا کلیپش هم شد اومد بیرون نه طرف فرج شخصی پیدا میکنه فرج شخصی یعنی همین نه اینکه او داره میبینه نه اصلا چون اصلا گرانیگاه امام تو دیدن نیست اصلا الان گرانیگاه امام تو هدایت امره و الهاماته و شخص هر چقدر با حضرت داره کار میکنه حضرت با او داره کار میکنه حتی حضرت در وجود او مشیت میکنه او فکر میکنه خودش میخواد خودش نمیخواد حضرت میخواد او داره ظرف مشیت حضرت میشه لذا الان ارتباط کسی با امام تو اون جایگاه کسایی که انسان کاملن واسطه الفیض فیض عالمن به کم یمسه کستمان تا علال ارزن اینا ببینید شما این آیه رو شنیدید بزنیم به سیم آخر این آیه رو شنیدید و اشرقت الارض به نور ربها رب بله تو زیارت جامعه چی داریم؟ و اشرقت الارضو به نور بعد داریم رب الارض امام الارض اینا خدای عالم هن چشون خدا دارن ها ولی تصور نکنیم اومدیم مثلا پیش آدم خوب مثلا مثلا آقای برحجت خوب آقای یه آدم خوبی نبودن که بحث خوب مطرح نیست اینجا که اینا واسطه تلفیز عالم اینا به دلایل عقلی داره آقا ما سر جاش اصلا عقلی نقلی شما رو بحث میکنیم اینجاست اینجا درگاه عجیبه دستگاه عجیبه اینجا لذا امام نفوذ میکنه امام در حقیقت در وجود انسان حلول میکنه اگر شما در همین مناجات جامعه کبیره در انتهاش داره که اجسادو و کنفل اجساد ارواح و کنفل ارواح و کنفل قبور کن یعنی جسد شما تو جسد برقی است جان شما تو جان برقی است نه اینجوری یعنی. نفوذ که حالا شما همونجا فکر بکنید حضرت نفوذ کرده در ما یه اراده بکنه به نفع ما لذا انکار نکنیم و دل بده مناجات دلی دل بده به حضرت جایگاه حضرتم هم بشنسیم بی بهره نریم با چهار مسقال زعفرون اینجا واقعا اینجاست که محتمل علم کن محتجبون به ذمت کن. دامن شما رو گرفتیم چیزای دیگه ای می میخواد رو ببرید بالا حالا دو تا چیز کوچولو اینا اینجا جاش نیست اون جوکه بود میزه داشت برای چیز و برخی زن و زایمان اون برای ارتوفیدی ها گونده گنده گنده هم بخواید خورد ریزه هم بخواید گنده گنده هم بخواید اینا ازشون بر هر چقدر افق تهارت روح ما بخوره ما ببینید هر چقدر موجمون بخوره اون موج داره میفرسه هر چقدر موج ما بخوره به اون فرکانسش به اون فرکانس بخوره فقط شما وایفای رو روشن کن وایفای روشن وای روشن اون رمزش هم رم... یه سری رمزا اینجوری داره دیگه رمزش هم گریه است رمزش هم توسل به حضرت زهرا رمزشم رمزش هم به امام حسین این رمزا هم بزنید اینا خلاصه هر چقدر تهارت روح ما بیاد به اون تهارت اون خلاصه اون موج از اون رو داره میاد خلاصه با این معرفت و خلاصه دل بدید در همین ایامی که اینجا این دل بدین انکار نکنید اینکه یهوی واقعا اوضاع احوال ما رو از به هم بریزه این چیز عجیبی نیست این چیز عجیبی نیست که به هم بریزه یهوی ما رو و ما رو مال خودشون بکنن اصلا ما دیگه چیزی نمیخوایم ما اراده ای جز اراده حق نکنیم دیگه اینجوری بشه اینا دستشون برمیاد این کارا خب این یه فراز که خدمت یه صلوات محمت حضرت